سلام بینندگان عزیز سال 1975 میلادی بود که دانشمندانی از تغییرات بار اقلیمی هشدار دادند و گفتند که گرمایش زمین در حال افزایش است نگرانی های جدی وجود دارد که ممکن گرمای زمین تا سال 2030 میلادی تا بیشتر از 1.5 درجه سانتیگراد بالا برود که این امر می تواند زندگی را در سیاره ما با خطری بزرگی روبرو سازد دلایل گرمایش زمین چیست آیا این دلایل به طبیعت برمیگردد یا به مداخله بیرویه انسان در طبیعت مسئله گرمایش زمین امروزه به یک مشکل بزرگ اقلیمی در جهان بدل شده است. در همین حال گفته شده است که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. همکنون کشور از گرمایش زمین چقدر آسیب دیده است؟ آیا خشکسالی‌های های اخیر در نتیجه گرمایش زمین پدید آمده است؟ آیا این خشکسالی تنها محدود به افغانستان است یا اینکه منطقه ای ما نیز از چنین چیزی رنج میبرد؟ آیا منطقه و جهان با یک بحران زیست محیطی روبرو شده است؟ آیا ممکن است جلوی گرمایش زمین گرفته شود؟ افغانستان با چه برنامه ها و کارشیوه های می تواند با خشکسالی و تخریب محیط زیست مقابله کند در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم مهمانان ما در بس حضور دارند جناب عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان جناب دکتر نعیم اقرار استاد دانشگاه کابل جناب دکتر وکیل احمد سرحدی استاد دانشگاه کابل و جناب اسد الله میلاد کارشناس مسائل آب مهمانان عزیز و بحث خوش آمدید جناب صدیقی میخوام از شما بپرسم که این هشدارهایی که دانشمندان در مورد گرمایش زمین میدهند چقدر جدی است یعنی که چقدر میتواند زندگی را در زم... روی زمین با خطر روبرو سازد تشکر نخست از همه مسلام های خدا به شما مهمانان عالیقدر قدر و همچنان بیننده های تلویزیون شما تقدیم میکنم قسمی که شما گفتین که موضوع تغییر اقلیم و ای که دانشمندا کار کردن و ای را بالاخره این موضوع را در نتیجه تحقیقات دریافتن ای بعد از سالهای صنعتی بود وقتی که جهان به طرف صنعتی شدن رفت در او وقت تمرکز زیاد از بخش صنایع سرازی بود که از مواد فوسیلی استفاده کنن و این استفاده به شکل بسیار وافرش تکنولوژی های از او وقت به این شکل مسمریت یا افیشنسی خود نداشت فقط بسیار کوتاه این مواد فسیلی که میگن منظورتون چه نفت و گاز است نفت است بلخصوص نفت خام که در کشتی ها استفاده میشد در فابریکات استفاده میشد و همچنان برای ماشین های توربین استفاده میشد شد برای تولید برق عمدتا از غال سنگ استفاده میشد و همچنان بعدا باز فابریکات سنتی افزایش پیدا کرد موضوع ترانسپورت آمد موضوع زراعت است که ای گازات تولید میکنند زمین های زراعتی یکی از گازات میتان که در استادای محترم هستند از،, از کشت شالی از کشت برنج به وجود می و همچنان در نتیجه تنفس حیوانات به وجود کو گازش است اینا بالاخره وقتی که ایره دیدن مطالرات را که انجام دادم در اتمسفر زمین گازات گلخانه به شکل طبیعی وجود داره که ایره خداوند خلق کرده و ای گازات شیست این گازات وظیفه است که نجی... این مسئله گازات گلخانه بسیار بسیار میبخشین سخن شما را قطع کردم این برای بینندگان جالب است که بفهم چگونه گازاتی است برتون می این اثر گلخانه که ما برش میگیم ای به این که مقدار از گازات است که بخارات آب است گاز کار کاربون دایکساید است گاز میتان است گاز نایتروس اکساید هست و همچنان گازات سی اف سی ما برش میگیم گازات ها هستند اینا خاصیت دارن وقتی که انرژی آفتاب به زمین می سرعت از انرژی زیاد است و یک مقدار از انرژی وقتی که به زمین آمد بالای ابهار جنگلات و ساحات شهری که دوباره باید یک مقدار انرژی بره به فضا ولی آل از اثر مداخله انسان ها اینمی که نام بردم غلظتش فوق العاده زیاد در اتمسفر زمین نمیمونه این انرژی که ضعیف است با امواج ضعیف میره اینا دوباره پس بره اینمی است که به مرور زمان یعنی میگن که این گازات مثل یک در برابر ای انرژی قرار و پس انرژی به با... طرف زمین بالکل اینمی که میره گلخانه میگن چرا به این خاطر میگن شما ببینین وقتی گلخانه را ما شما برای کشت نباتات جور میکنیم دوج انرژی آفتاب که داخل شده موجه میمونه ولو در بیرون درجه حرارت فوق پایین است اما دوج میمونه اینا هم به می خاطر است که نمیمونن که ای, ای, ای انرژی پس با طول موج کوتا فرار کنه نمیگذاره که اینا با مرور زمان در طول از 70 80 سال گذشته که جهان به طرف صنعتی شدن رفت غلظت از زیاد شد و درجه حرارت با مرور زمان افزایش پیدا کرد که ایرا متوجه شدن علما دیدن که در در اقلیم جهان تغییرات آمده فصول سال تغییر خورده یخچال‌های یخ‌های یخهای قطبی زوب میشه سطح دریاها بلند میره شدت بارندگی ها تغییر کرده شدت سیلاب ها و فریکونسی و تکرر سیلاب ها تغییرات کرده اینا را که مطالعه کردن آل هر سال به نام سی یک سازمان جهانی است که اینمی موضوع را همه ساله اونو ارزیابی میکنه گزارش را کمیال همه ساله نتیجه را چی که افزایش, افزایش, هست. افزایش, است. بله. آه. ولی آه امسال هم گزارش را که نشر کردن در گزارششان گفته سالهای گذشته میگه که ما نشر میکردیم میگفتیم که مشکل وجود داره اما امسال برای ما میگن که اگر به این منوال صنعت پیش میره جهان پیش میره برتان رسما ما هشدار میتیم سازمان میگه که او سازمان علما و متخصصین و ساینس دانای ورزیده تمام جهان است که سر از او کار میکنه و این نتایج برای ما جناب اقرار یک پیش بینی البته یک پیش بینی بسیار خوشایند نیست گفته میشه تا سال 2030 که یعنی میشه گفت که بخش بزرگی از انسان که حالا زندگی میکنن زنده خواهند بود این درجه حرارت تا یک و نیم درجه یعنی یا نیم درجه میگه یک درجه بلند شده و نیم درجه نیم یعنی بلند میشه و به نظرتان اگر چنین شود یعنی اقدام برای جلوگیری از مداخله انسان در طبیعت صورت نگیره فکر میکنین که چه حوادیسی پیش خواهد آمد در طبیعت؟ تشکر شما سلام با شما و بیننده محترم شما من میخوام کمی بک برگردم به این مورد که شما که توجه در سال 2015 در پلیس پیش از چل هزار نفر که از تمام مملکت جمع شدن که راجع ای به یک پدیده که موږ لپاره تغیري کړې موږ جمع شوو کله خپل په دې یو راه حل پیدا کړو او نو وغتنن کي باید کې اته اسه شوک تا سال 2100 باید کې درجی حرارت تا 4 درجه برسند بلاخې ورو بعد تفهم لرسن کې نه باید په 16 درجه شه باید کې په 2 درجه مې نگاه کوو ولی اول وشتار نه وکهست کې 1.5 درجه ما هم خپله بشما وګوم کې یعنی فقط ما روی ارقاماتو غږ نه زرم اگر کپ 2 درجه برسه یی قسمت ځوت معمول کې د نږدې سویل اپار اس یی قسمت میشه یعنی سطح آب ها در آب بلند دلیلی چالا... آمدن چی است؟ زاب کلی یخچال های زاب قسمی قدب شمال قدب جنوب و از طرف دیگه خطر دیگه است که مثلا بینی میشه که مثلا آب آب بر برای روی که است اسیدی هم میشه در پالوی از از آرها نوی حیوان و گناه های حیوانی زنی خواست میتن چون اینا با هوای سرد به صلاح اقتباس کرد و در پالوی اکثر تپای مرجانی که مرکز سایات توریسم است اینا ها از دست میرن تصور کرده میتونن که وقتی که مثلا اگر درجه حرارت تا سال 2030 اگر کنیم درجه به این شکل که پیشتر دوست ما گفتن که پیش میره کنه دنیا سر فکر نکنه که زودترین به اصطلاح کننده یا به اصطلاح انتشار کننده گازات چین است امریکا است اروپا هند است و مالزی است و مالک دیگه هستک اگه اینا دست به کار نشن به این است استفاده از گازهای گلخانه‌ای را یا استفاده از انرژی فسیلی را کم نسازند و انرژی را انرژی فسیلی به انرژی پاک تبدیل کنند خطر به زندگی انسان، حیوان، نبات کلند خطر ایالات متحده آمریکا به این مسئله زیاد علاقه نداره از اون قرارداد پاریس بیرون شده یا بیرون می یعنی با کمال تاسف که بیرون شده. یعنی یک دومین مملکت است که زیادترین گاز گلخانی رو بفراز میکنه و اونا متاسفانه که بیدوشن حالا بحث سیاسی نشان میخواستم بگم که فکرم که امریکای چی دلیلی دارن که نمیخوان اونجا خب اونا شما نشون فهمید که اینا اینا که زیادترین تولیدات خواهد داشته باشه تمام از این گازهای گلخانی برمیگره به انسان و به تولید به سنایتش... تولید صنایع بسیار بزرگ و خود امریکا که مملکت بسیار بزرگ به تولید کننده صنایع ثقیل جهان است و اونا یک منفعت بسیار بزرگ خواهد داشت است مثلا بنا اونا از این صنعت خارج شدن شکر. ولی ما فکر میکنیم فشارهای جهانی فوق از زیادتر است و دقیقاً عقب توجه با جدی صورت میگیره و در غیر صورت به کره که بسیار مرکز و زادگاه از میوه های انسان بود بالاخره به کره و چین تبدیل خواهد شد تشکر استاد قرار جناب دکتر سرحدی یک بحث دیگه هم همیشه در رابطه به این گرمایش زمین هست که او در بحث های میگن در رابطه با لایه اوزون که گویا این لایه اوزون در اثر این تاثیرات این گازات گلخانه‌ای عوامل دیگه حفرههایی های بر و از اونجا مثلا شعاعات ماورای بینفش می‌گذره. شما میشه درباره این لایه اوزون یک کمی توضیحات بتین که این چه سودی داره مثلا برای متعادل نگه درجه حرارت در زمین بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما دوستان دور میز و بینگان محترم تلویزیون تلو خب در طبیعت منابع طبیعی خلق شده هر کدامش باید به یک موازنه وجود داشته باشه وقتی که ما منابع طبیعی میگیم آب است خاک است روشنی است حرارت است یا تمامش باید به یک بالانس به یک به موازنه وجود داشته باشه و موضوع دیگه موضوع اکوسیستم است اکوسیستم خود رابطه نبات خود رابطه تمام موجودات زنده با محیط ماحولشان است در صورتی که як یا استاذ است... مې شي یو د یو څو جمله ان اکوسيستم توضيح بدین کی مو به چی چیز اکوسيستم مګي اکوسيستم رابطه خوري تمام موجودات زنده بو محیط شوناست طور مثال همي خوري فود چین که شما ما شما اگر د نظر بگیریم یا همي تسلسل غذا را د نظر بگیریم ما شما مبینیم که یک موجود زنده از یک موجود زنده دیګه تغذیه میکنه و او از دیگهش تغذیه میکنه اگر یک مثال زنده تر بگیم مثلا نبات است ملخ از نبات تغذیه میکنه درست است طور مثال بقه از ملخ تغذیه میکنه مثلا مار زنجیری مثلا مار از بقا تغذیه میکنه مثلا عقاب از مار تغذیه میکنه یک تسلسل تشکیل میده اینمی تسلسل خودش اکوسیستم است اکوسیستم به این معنا که تمام اگر ما یک بخش اکوسیستم را تخریب میکنیم در حقیقت یک بخش زندگی موجودات زنده را تخریب میکنیم بنا ما انسان ها مسئولیت داریم به اصطلاح خلیفه یا پادشاه روی زمین هستیم بر علاوه از اینکه همین منابع طبیعی را یا امی اکوسیستم ما برای خود گوارا بسازیم مناسب بسازیم قابل استفاده بسازیم باید به با دیگه موجودات زندان مایرا ما قابل استفاده بسازیم و موضوع اوزون بله قشر اوزون اگر در اثر گرمایش یا در اثر بلند رفتن درجه حرارت نازک میشه وقتی که نازک میشه همین تششی خود آفتاب زیادتر شده میره او یک به اصطلاح یک بخش خود عمده همین به گرمایش زمین یا بلند رفتن درجه حرارت است اگر ما یک تعریف عمده از گرمایش زمین داشته باشیم این نوسانات درجه حرارت امی به اصطلاح داد و گرفتی خودی درجه حرارت است وقتی که درجه حرارت از از افتاب تششع میکنه مثل که دوستان تذکر دادن اجازه بودین ببخشید مثل که دوستان تذکر دادن گاز گلخانه ای گاز گلخانه ای مثلا کربن دی اکسید قدرت بالای ابقای درجه حرارت به به سطح زمین داره یا به به اصطلاح به سیاره ما داره بناعا وقتی ک او خود کارمندایکساید زیاد میشه مقدار زیاد درجه حرورت در زمین ب اطلاه میمانه دوباره رفلکس نمکن دوباره انعکاس نمیکنه و ناگفته نمانه ک خود کارمندا یکساید هم اوتو نیسته ک کاملا یک گاز مضر باشه شماببین موجودات زنده ای که خودشان ما میگن میگیم پرودیوسر هستند یا تولید کننده هستند خودشان غذای خود میسازند در ساختن غذایشان از کارمندای دای اکسید استفاده میکنند از اکسیژن استفاده میکنند از آب استفاده میکنند منتها باید توازنش بر هم نخوره باید توازنش با محالت تعادل نگه داشته شود که با اصطلاح استفاده مناسب از تمامش صورت بگیره میرونی فقط میخواستم بگم که این نظر وجود داره که اگر لایه اوزون شگاف بر بدارد شاعات ماورای بنفش به زمین میرسد و این کشنده است آیا این تیوری درست است که از نظر شما؟ خوب طبعا وقتی که لای ازون تخریب میشه یا نزدیک میشه، اما به نظامی که در اینجا وجود داره نظام برهم میخوره. وقتی که نظام برهم خورد، یک تعداد موجودات زنده زندگی خود دست میته. وقتی که یک تعداد موجودات زنده زندگی خود از دست داد وقتی که ما شما قبلا گفتیم اکوسیستم، اکوسیستم، این نظام طبیعت در هم برهم میشه، طبعا مزر است بسیار زیاد تشکر از شما. بینندگانی عزیز. یک وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم با ما باشید چی فکر میکنین که این تغییر اقلیم و این گرمایش زمین بالای منابع آبی در در طبیعی در زمین چی تأثیراتی میتونه با داشته باشد بجا بگذارد خب بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما سلام به مهمانان محترم برنامه گفتمان و سلام به بینندگان محترم تلویزیون تولو نیوز خب وقتی که از تغییرات اقلیم بحث میکنیم و تاثیر شروع منابع آبی ای بسیار یک بحث مهم است به دلیل که زمانی که خود کره زمین گرم میشه گرمی کره زمین تاثیر داره روی مقدار یخچال هایی که فعلا در قسمت های مختلف کوهستانی زمین وجود داره و او رو به کاهش میشه و طبیعی است که اکثریت از دریاهای بزرگ از منبع اساسیش همو یخچال هایی است که در قسمت های بالای کوهستانی وجود داره مثلا در دا منطقه حمالیا یا در کوههای حمالیا در هندوکش که او میشه بیس یک سرچشمه دائمی دریاها پنداشته شده و پنداشته شده هر قدر که زمین گرم میشه امی مقدار یخچال ها اونجا کمتر میشه و بالاخره باعث ازی میشه که دریاها آب کمتر داشته باشه به گونه مثال اگر در منطقه ما مثال بتیم دریای آمو یا به طور مثال دریای کابل یا مثلا دریای اندس که مثلا در هند و در پاکستان جریان داره تمام از از یخچال های سرچشمه میگیره که در طول سال های متمادی اونجا او یخچال ها زیاد شده بود و اونجا جمع شده بود اما از وقتی که زمین دولت گرم شدن شده این یخچال ها روز به روز مقدارش کمتر میشه و این تاثیر داره بالای جریان امی دریاهای بزرگ در منطقه و تحقیقات بسیار زیاد صورت گرفته که مثلا مقدار یخچال هایی که در سالهای 1960 بود تا یخچال هایی که در سال 2001 هست یک تفاوت بسیار فاحش و عظیم اونجا دیده میشه و ما در پایین دست مثلا کشور به نام افغانستان یا هند و یا هم پاکستان یا در آسیای میانه ازبکستان ترکمنستان میبینیم که دریای اورال یا دریاچه اورال دریا که دریای آمو به او وصل میشد او فعلا خشک است خب این دو دلیل داره یک دلیل شیست که مجموع در دریای آمو آب کمتر شده و دلیل دومی ایست که کشت پمبه در امو پالیسی که شوروی سابق پیش گرفته بود در کشورهای تاجکستان و ازبکستان خصوصا در ترکمنستان او باعث از این که آب کمتر باید به با دریاچه اورال میرسید و بالاخره او خوش شکر. میشه پس طبیعی است که تغییر اقلیم روی منابع آب مستقیم تاثیر داره از این جناب میلاد از شما جناب صدیقی گزارش هم وجود داره که گفته میشه که افغانستان یکی از آسیب پذیر ترین کشورها از تغییرات اقلیمی است شما چه فکر میکنید که این وضعیتی که حالا جان با این گرمایش روبرو است چه تاثیراتی در افغانستان به جای گذاشته این وضعیت را در داخل کشور یا در افغانستان چگونه میبینید تشکر سوال بسیار خوب است بس ما فقط میخوام به اون سوال قبلی یک بردر گردم بسیار کوتا در امی زمین وقتی که ما از محیطیزی صحبت میکنیم چهار طبقه را ما مورد مطالعه قرار میدیم یکی طبقه اتمسفیر یا است یک طبقه هایدروسفیر یا آب است طبقه جیوسفیر یا خود زمین است که ما دوش زندگی میکنیم و در وسط از این سه تا طبقه بایوسفیر یا طبقه زندگی موجودات زنده است وقتی ما از اتمسفیر صحبت میکنیم سه چیز باید ما کاملا جداگانه تفکیک کنیم یکی موضوع آلودگی هوا است در اتمسفر او آلودگی هوا ما اون هوای را میگیم که ما شما تنفس کرده رایسم در بیرو در سرک ای ایر ایر پلوشن یا آلودگی هوا میگه که گازات مشخص به خود را دار. بالاتر از این ما موضوع گازات گلخانه‌ای را داریم که ای کاملا بخش جداگانه است و باعث تغییر اقلیم اینی موضوع شده که او گازات شما قبلا نام بردم بالاتر از او طبقه دیگه است که در 36 الی 40 کیلومتری اتمسفر زمین قرار داره اوج طبقه اوزون است او طبقه فقط از یک گاز تشکیل شده که سی اتوم اکسیژن یک جا و این طبقه را به مشکل طبیعی شمج قرار داره ولی او از اثر گازات کاملا مختلف تخریب شده که او گازات در, در مواد چرب کننده در مواد که ما شما در ایسی و ایر کندیشن و ایسی و اینیا استفاده میکنیم از اثر ازی تخریب شده او کاملا یک بحث جداگانه است و برش پروتکل و کنوانسیون های جداگانه است و خب، یعنی تخریب اوزون هم بازم برمیگرده به با مداخله یا زندگی بالکل، بالکل. انسان در زمین بالکل. ولی آل مطالعات انجام شده و میگن... این تیوری که گفته میشه که اگر لایه اوزون نباشه شعاعات ماورای بنفش به زمین میرسه و سبب زندگی میشه آیا این ای تیوری به نظر شما درست است بلکل. یعنی این خطر میتونه وجود داشته باشه که یک روز اگر بشر این لایه اوزون کاملا تخریب بکنه با این تولیداتی که داره اون زمان زندگی شاید در روی زمین نباشه دید. بالکل بالکل کاملا دقیق و زیاتر تحقیقاتی که صورت گرفته ایده قطبینز بسیار مشاهده زی بسیار واضح بوده دو جای می تعاملاتی که ای گازات گلخان ای چی گازات سی اف سی یا گازات که سرد کننده ها ما استفاده میکنیم دو جای لایه را زیاد تخریب کرده بود و اوی را نازک ساخته بود و موضوع تششهات را که شما گفته نافتاب دونه و تششهات بر زمین میفرسته که یک تششهات کتگوری ای شست تششهات کتگوری ای مورای به نفش و بیش اینمی بیشه که مزر است اینمی لایه اوزون ای را در خود جذب میکنه و پس بایم به با موضوعی وضعیت کشور از, از چه تأثیر گرفته؟ شما میفهمین که افغانستان در در قاره آسیا موقعیت داره و مطالعات هم که انجام گرفته و میزان گازات گلخانه را می بینن و پیشرفت درجه حرارت را می بینن آسیب سهم افغانستان ما در سال 2015 یک گزارش به جهان دادیم به نام سهم ملی مشخص افغانستان به نام ان ما گزارش دادیم در ما مطالعات را که انجام سهم افغانستان کمتر از نیم فیصد است در به وجود آوردن تغییر اقلیم اما برعکس تاثیراتش بالای افغانستان فوق بالاست در صدر لیست کشورهای آسیب در جهان و در منطقه است افغانستان بنابر ای که آسیب که داره هم از لحاظ معروضیت هم از لحاظ حساسیت و هم از لحاظ ازی که ما ظرفیت های لازمه نداریم ظرفیت وقتی که صحبت میکنیم تنها ظرفیت بشری هدف ما نیست ما سیستم منظم زراعتی نداریم سیستم منظم آبیاری نداریم سیستم منظم جمعوری کثافات نداریم فاضلاب نداریم جنگلات از دست دادیم جنگ ها جریان داره اینیا تمامش در ظرفیت میاد اینی سه فاکتور ما را بیشتر و بیشتر آسیب پذیر به مسائل تغییر اقلیم داده که در اینمی جا پنج پنج سکتور فوق العاده متاثر ساخته گزارشات را که مال داریم که زراعت است سکتور آب است سکتور انرژی است سکتور صحت است و سکتور مسائل شهری شاکوش. و اینا سپاسگزارم جناب دکتر اقرار گاهی شما فکر میکنید که خوشحالی که آلا ما روبرو شدیم تأثیر امین گرمایش زمین هست یک و دومی که خوشحالی ها گاهی دوامدار هستند و گاهی هم کوتاه کوتا مدت چی را نشان میده شواهید و عوامل چی را نشان میده که افغانستان وارد یک دوره طولانی مدت خوشحالی شده یا یک دوره کوتاه تشکر می خیم شما کنم که خوشسالی تنها در افغانستان نیست ذات این محلات که بسلا ذات تحت تصیرش است مثلا آسیای مرکزی آسیای جنوبی و شمال افریقا این ساعت نزدیک خط استواست است در این شک نیست که شما نگو بار نگاه قبلی ندارین حاله او برفای محتشره که ما شما داشتیم حال نداریم تمام از این با بارانهای بسیار سیل آسا و با زودترین فرصت ترک میکنه بر برمیکنه به تغییر اقلیم که پولی که دوستا اسکان که می تغییری اقلیم باعث شده که نال ما نه بارندگی ما تغییر کرد وقتی نوع بارندگی تون تغییر کرد که شما دیگه برق ندارین ذخایری که قابل اعتماد شماست ذخیره به صورت پسنداز دیگه ندارین هر چیز که اسوت صنعت ترک میکنه میره هین که در افغانستان موضوع خوشطوری که شما در افغانستان گفتین که یک از پیدای شوم است که ما نوشی از تغییر اقلیم که در کلی جانست و در افغانستان زیادتر تصور کرده میتونید که اگر در یک جای یک واقع زلزله شود پس مردم میان خونه خود جور میکنن میتونن بیاین. اگر سیلاب شو اما اگر خسولی شو پس مردم دوگه دوباره مرجع کردن نمیتونن اینی گپ شما تصور کنید که میتونن. ما 22 ولایت ما معرض به خوشحالی است تصور کنید میتونه که مثلا ما یک به اصطلاح تمام کشت للمی ما به صفر تقرب کرد یعنی این بار که تلا در والستان نیست در دا تمام دا دنیا سر حتی به شواهد و آثار که فعلا نوشه مثلا در کیپ تاون یا در خود لندن در مثلا پیکن در مثلا در قاهره ای در جایی است که جا... اونها مقدار بردگی بندازی کافی دارن ولی ما جناب اقرار یک وقفه کوتاه داریم بینندگان عزیز وقفه کوتاهی داریم دوباره به برنامه برمیگردیم با ما باشید جناب اقرار سخنهای خود تکمیل بکنید لطفا ما می خواست که نال دنیا لاقل یک راه حل باش پیدا میکنن ما متاسفانه که راه های حلی که باید داشته باشیم که نداریم ای کلی برمیگرده مثلا ما مزرفت های که لازم است که ما شروع در مقابل از طبیعی طبیق خوشصالی است چه قسم مقابله کنیم ما چه قسم بتاریم که مثلا خود مردم عیار بسازیم که شما بودجه و ذات ندارین خود به کم عیار بسازید چطور خود مقایار کنیم که امی خود تقاضا به ذات کم کنیم چطور خود عیار کنیم که امی نه کش تانه شما لطفا به او کش شما حق اولت که عیار کم زرا داشته باشه و بس گپ پیدگیز کار میشه بوشوار جناب دکتر سرحدی خوشحالی بدون تردید که افغانستان یک کشوری است که با زراعت سر و کار داره با مالداری شاید خوشحالی به درجه اول امین دور ارسر بسیار چی بسازه بسیار زیاد زیان من بسازه شما حالا به یک نهاد اجرایی از شما نمیپرسم به یک نهاد علمی دانشگاه کابل فاکولته زراعت اینا آیا این خطر به حیث یک تر با دولت در میان گذاشتین که وزارت خانه های افغانستان مسئله خوش سالی هم جزی پالیسی های خود بسازند یا مثلا ریاست ملی حفاظت از محیط زیست که این پیشنیال را داشته باشند که آمادگی داشته باشند که کارهای پیشگیرانه انجام بدن در این باره آیا در دانشگاه کابل بحث های صورت گرفته؟ تشکر واقعاً افغانستان یک کشور زراعتی است اقتصاد ما ااید ما به اصطلاح زندگی مردم ما شما به زراعت ارتباط داره طبعا وقتی که خشکسالی بیداد میکنه تاثیرات منفیش بالای زراعت احساس میشه شما قبلا گفتین تاثیرات خشکسالی دهی آخر بسازیات به اصطلاح بالای زراعت ارقامی وجود داره که تقریبا 40 سال پیش اوسط بارندگی سالانه 700 میلی متر ریکورد شده بوده کم و بیش ولی فعلا جناب استاد تشریف دارن مفکر فکر میکنم 250 الی 300 میلی متر زیاتر نیست اوسط بارندگی وقتی که بارندگی وجود نداشته باشه وقتی که کارشناس محترم گفتن که منابع برفی ما که از جمله سرمایه های طبیعی ماست و همو حالت برندگی استاد تذکر دادن که از برف به با بارندگی تبدیل شده از خیر برفی وجود نداره یا تمامشان بالای زراعت تاثیر منفی داره وقتی که آب نباشه آب یک عنصر حیاتی است هم قسمی که بر تمام موجودات زنده است بر نباتات هم است در قسمت پانزه زراعت پانتون کابل ما ما فکر میکنم که در کمیته های اداره ملی محترم محیط زیست هم استادای ما نماینده ها داریم اونجا در شرکت میکنند در این مسائل با صورت میگیره در وزارت زراعت هم داریم در دیگر وزارت خانه ها یا سکتور هایی که در این رابطه ارتباط داره در اونجا ما نماینده ها داریم و گذشته از او ما سالی که امی سالی که در جریان است ما کریکولم های خود کردیم نصاب تحصیلی را ریوایز کردیم ما در یک س... هدف ما این بود که جناب صدیقی همینجا تشریف دارن چرا این مسئله به حیث یک خطر بزرگ ملی و حتی خطر بزرگ منطقه و بالا از خطر جهانیش میگذاریم چرا از طرف های علمی افغانستان از طرف مثلا وزارت مبارزه با حوادیث یا اداره شما آه. که صلاحیت دارن که وضعیت تحلیل بکنن چرا به یک هوشداری ملی برای حکومت پیشنهاد نمیشه توصیه نمیشه هشدار داده نمیشه که افغانستان دارد به این طرف پیش میره شما چی میکنید پیشتر شما فکر میکنم صحبت میکدین در قسمت از که مسائل حکومتی و سیاسی نباشه خب وقتی که آدم در بحث میشینه مجبور میشه باز داخل میشه وقتی که شما سوال میکنید مال داخل میشیم در دا بحث در مورد طرح اگر شما میگین گرچه باید نهادهای اجرایی از ما طرح پرسان بکنه که شما طرح بوتین که ما چی به اصطلاح این چالش وجود داره راه حلش چی هست ولی ما خود ما کردیم طرح ترتیب کردیم برای ریاست محترم اجرایت تقدیم کردیم برای ریاست محترم جمهوری تقدیم کردیم اینا 4 سال کم و بیش از زمین حکومت تیر شده اما طرح ما گم شد رفت دیگه کس حالا می خوام سوال کوتاه شما چرا چنین کاری متشکر होला مې ته زيسه مردم افغانستان کې مې توته کاغذي بروي سره کافتید فکر کوم چې مې ته زيسه د نړۍ په یو مفهم بز او بزرگه ده شما چرای چنين فراخاني یا چنين یو کانفرنس ملي را هندزي نه کوئ دولت فج زیر فشار قرار نه مې ته متشکر مننه نادری صاحب موږ كلا چې په 2015 سم کال کې د پاریس کانفرنس تلو اغه ریپورتم چې جوړ کو پورو کې د پنتول متخصصینو کار سره را کړه مدني ټولنو کار پوه کې کړه دولتي ادارو نن طرحه خستي پوهو کې مخ په 1.8 میلیارډ ډالر د جهان تقاضا کړي هغه د دوو دو برخې په اړه یو د اقليمي تغیرات او کماول په برخه کې او یو هم د اقليمي تغیرات سره د سازګارۍ په برخه کې لکه څنګه چې استاد ووی او به کمیږي نو څنګه چې وب کمیږي پوهو مهید کې ځان سازګار زراعت سازګار کو انرژی ساز غورا کو بلند منزلو نسازگار کو د کم انرژي سره په دې برخه کې کارونه شوی چې د رئیس جمهوریت د موضوع تللی دی د اقليمي بدلون ملي کمیټه د چپغو کې د پنتون استادان مدني ټولنې ملل متحد د رئیس جمهوریت دفتر شتور په کښたり بسیار زما تشکر وکړم کرام حرفي د هغه په گفتن موشه کې د اخر جنباندی کوئ قانون ته خوبي تر است کې пیшتар шمо аз коنфрاнс з иназапо تзкр дод дар заمон л гت даф تр кардани к مشкл милلи ба سатح милلи ас بа дарجهи авваل مسъулят نиҳодهои علمи афغоنиستоن асت ки دр اиن مасъаلа пешگоم шаван давлаته рهнаمоӣ кунан ба давлат хатمашибитан в давла зер فишор арор битан доно коб تولید علم باید باشد متاسفانه متاسفانه در افغانستان اگر من غلط نکرده باشم تمام پول که چی داخلی و چی خارجی سرازیر میشه سر این جلسه و کنفرانس و سر راپور و سر یا بیوزیزی که کار عملی صورت بگیره سر یک پا به مصرف میرسه پیشتر دوستا گفتن که مسئله جنگلات جنگلات بسیار یک به اصطلاح یک عامل یا یک فاکتوری بسیار عمده در قسمت تغییر اقلیم است ولی جنگلات ما بی رحمانه قطع میشه مردم اگر 20 درخ تا درخت قطع میکنه یا اقل خود 10 تا رو دوباره غرس کنه 20 تا قطع میکنه یک تا غرس نمیکنه در کابل شما میبینین مردم میره نهال غرس میکنه کسی آب نمیده نی اول خوب کاری عملی باید صورت بگیره از از کنفرانس ما فکر میکنم کاری عملی مو از به آگاهی, آگاهی دلی دلی نیاز دارند همین مساله باید برای مردم یک مرجع باشه که آگاهی دهی بکنن که موجودیت یک نهال یا یک درخت در خانه شما چی سودمندی داره شاید بسیار مردم نمیفهمند از توان ما از توان استاد نه من شما نمیگم شما. منظورم نهادها را جبتم. اجازه بتن. از توان استاد ما نمیقدر میشه که ما در صف میرم برای میگم برادر این همین قدر زندگی ترزش داره اگر مثلا ما در 72 دو ساعت یا مثلا در چار پنج شبانه روز و اگر آب نوشیجان نکنیم ما زنده میمونیم اگر یک دقیقه بینی ما را مکم بگیری اکسیجن تلفظ نکنیم آدم جان خود از دست میتب بنابراین درخت است که برای ما اکسیجن تشکر جناب سردی سپاس از شما جناب میلاد فکر میکنین که دولت این دولت که ما داریم در برابر این خطر بزرگ چقدر ظرفیت داره که دو کار بکنه یکی در سطح ملی کارایی را بکنه و دوم آیا می تواند که در سطح منطقه هم در یک هماهنگی با کشورهای دیگر کارهایی را بکنه برای جلوگیری از این وضعیت خب وقتی که بحث تغییرات اقلیم مطرح میشه و یکی از نتایجی که به بار میاره خشکسالی هست که مستقیما روی اقتصاد مردم چون افغانها مستقیما تاثیر داره وقتی که بحث مطرح میشه که چطور خی با تغییرات اقلیم مبارزه صورت بگیره معمولا دو باد مبارزه به با سطح بین وجود داره که یکی مو کاهش گازات گلخانه‌ای است یا تاثیرات تغییرات اقلیم است و یکی هم سازگاری با وضعیت است که توسط تغییرات اقلیم به وجود آمده خب به سطح بینلی یکی کنونسیون کنوانسیون چارچوبی ملل متحد است در مورد تغییرات اقلیم که در اونجا تمام کشورهایی که پیشرفته است و کشورهایی که در حالت پیشرفت است اونجا عضویت دارن اما متاسفانه کسایی که مسئول ایجاد تغییرات اقلیم هستند و به دلیل نمیتونه که اقدامات بسیار جدی انجام بدن که تاثیر داره مستقیم روی عوایدی که از سکتور صنعت خود او را به دست میاره و اقتصادشان بالا از او اتکا داره یعنی اگر گازات گلخانه ای که آمریکا تولید میکنه یا گازات گلخانه که چین تولید میکنه اگر واره کاهش بده پسی تاثیر داره روی تولیداتش و تاثیر داره روی اقتصادش که مبتنی بر صادرات جناب میلاد داریم بس دوباره به شما برمیگردیم بینندگان عزیز پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم با ما جناب میلاد میشه سخنانتان تان حاله جمبندی بکنید بله به سطح بینالی چون مبارزه با تغییرات اقلیم مستقیما ارتباط داره به منافع دولت ها از این خاطر یک اقدام جدی صورت نمیگیره با وجودی که بعض از فریمورک ها یا بعض از پلتفرم ها ایجاد شده که باید صورت بگیره اما به سطح منطقه و ملی خب بحث نهادها مطرح میشه که کدام نهادها در دولت افغانستان مسئول هستند که تغییرات اقلیم پیش بینی بکنن خب د قانون آب بسیار واضح و به صراحت گفته شده که وزارت انرژی و آب باید سیلاب و باید خشکسالی را پیش بینی بکنند اینال پیش بینی سیلاب و خشکسالی بدون ارقام و معلومات دقیق از وضعیت اقلیم و از وضعیت منابع آب و از حتی از مقدار بارندگی که هر سال صورت میگیره اگر ما ارقام دقیق از بارندگی سالانه نداشته باشیم ارقام دقیق از اقلیم نداشته باشیم ارقام دقیق از رانوفی که تولید میشه یا جریان آبی که تولید میشه نداشته باشیم پس طبیعی که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که خی چی وقت میایه و چه قدر ای به درازا میکشه از شما جناب صدیقی وضعیت این گونه است که بیشتر از اینکه که تغییر اقلیم وابسته به طبیعت و او تغییرات که در طبیعت خودی در نفس طبیعت رخ میده باشد این برمیگرده به با سلسله به با بایسفیر که شما تشریح کردین این فعالیت هایی که انسان در داخل میشه در نظام طبیعت مثلا انسان مداخله میکنه خب بخش کشورهایی که گازات گلخانه‌ای تولید میکنن یا مثلا با صنعت سر و کار دارن که عمدتا محیط زیست تخریب میکنه اقلیم چه میکنه اونها به گونه خاموش هستند یعنی نه میخوان که مثلا فلان مبارزه وکشوارای دیگه هم قربانی این حادثه است فکر میکنید بشریت با چی سرنوشت روبروست تشکر مننه بیا هم ف نادر صاحب زه فکر کوم چې بشریت د اوس ډیر فعال دی هر کال امدهغه دی اقلیمی بدلون کانفرنسونه وي په 2015 سم کال کې زه په فرانسې تتلله او عامدهغه کانفرنس ته مويتيز کی میاغه وخت هم کار کاوه د ټوګو په نوم باندې ډیر یو ورډوکای هیوا دی صرف 2000 نفر نفوس لري او غو امریکا او د او. عربستان سعودي سره تقریبا د 2000 زره نفر او کانفرنس متوقف درولایو موافقه نه کاوله امریکا او سعودي عربستان وې چې درجه د حرارت تر 2000 سلم کاله پوري بعد تر 2 درجو نه لوړه لوراشي د یو نو نه په با انګلیسي باندې ورته ویل کل ويل well بیلو 2 degree <سؤال> یعنی د دوه درجن کټه به دا وساتل شي تر 2000 سال پور غاښته خو مشکل پدی کې د چا دغه هوا دونه چې جنگونه وهل دي او او اغه انکشافي او زیربنايي پرمختګ نه لري د دا دپ دا 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 داخلي کې مشکل دی په بیرون کې خلک غاګ او ری پیسې شته امکانات شته خو د افغانستان لپاره هم ز تاستوبې لشم ورسته د 2000 سال نه تر 2013 شم کال, کال پورې افغانستان اولس میلیارډ ډالر تقاضا کړی خدا اوس په مخ پورې بستګي لري چې څومره موږ هماهنګي د اکاډمیک سکتور سره کولای شو د اجرایوي وزارتونو سره کولای شو د ملل متحد سره کولای شو د انجوګانو سره کولای شو د مطبوعات سره کولای شو تر څو پورې لا شپې پیسې وخلو هغه پیسې د سو... چنين جناب نادری صاحب برازي تلاشا امیال ادامه داره صرف 3 سال شده که ما از کنفرانس پاریس برگشتیم برازي کمیټه ملی تغییر اقلیم اولین نیازمندی بود که باید جور میشد اینی گزارش اندیسی اولین نیازمندی بود که باید جور میشد استراتژی تا تغییر اقلیم نداشتیم که حال جور شد به می ترتیب میال به کاپا و به کنفرانس هایی که ما میریم هر بار از ما گزارش می که در ماه آینده هم باز حیات افغانستان ما افسر به می موضوع سکتور اکادمیک میایم در سابقا مدیریت از این مسائل تر بود دولت میگفت که کار خود و از سکتور اکادمیک کار خود ها. اما حال میگن نه ساینس و پالیسی باید موازی به هم پیش برند اگر ما طرحا داشته باشیم پالیسی داشته باشیم اما مسائل ساینسی از اون نمیتونیم بنا نیاز است اگر اینا تحقیق داشته باشن برای تق... بر ما زمینه مساعد میکنیم بنا برای از این موضوع هم ما بر اولین بار نظری ای... کمیته ملی در این رابطه فکر میکنم وجود داره یا. وجود دارم یا عملا فعال استادای محترم هستن با ما اما قسمی که استاد گفتن شاید تعدد جلسات زیاد باشه ولی ما باز هم او را خالی از مفاد نمیبینم چون بدون جلسه نمیتونیم که ما به نتیجه های مطلوب هم برسیم جناب استاد اقرار فکر میکنین که افغانستان آلا خوب با یک موزل تنها از در, در گام این خصوص منطقه فکر میکنین افغانستان این ظرفیت داره که یک با یک فراخان منطقهی در همکاری با کشورهای همسایه بخواهد در این زمینه کار بکنه چون امس... کشورهای همسایه ما از این وضعیت رنج میبرن سوال بجا کن، من کم پس به همین جناب پرتاب صاحب که وزارت انرژی و وزارت زراعت ریاست وزارت بخش مختلفی که زی دخل هستن اینا کارای میکنن. در بخش می تغییر اقلیم کارای میکن اما که که متاسفانه اما هنگی قسم کلاز وجود نداره حالا نگوین که با سوال سیاسی میکنین دولت همی خطر چقدر جدی گرفته فقط مشکل کجاست زمانی که یک موضوع مثلا حادث میشن ها حرکت میکنن متاسفانه دیگه دونه به این شکل نیست زمانی که این پدیده کلمه تغییر اقلیم به نو ترمش آمد پاکستان 5 کیلومتر ساخت و باندوزی کافی پول از دیگه دنیا گرفت چیزی که برادر ما گفتن ایدال باید ما ظرفیت پیدا کنیم ما با تنوی کار کردن نمیتونیم این تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است باید ما اول ظرفیت پیدا کنیم رابطه پیدا کنیم فهم پیدا کنیم و با تکنولوژی نو که است باید به با او آشنا شویم که ملاقات ما بتون چطور این ای باید که با همسایه خود و بالاخره با صورت عام که کل دنیا دست حرکت کنه اگر ما این ظرفیت ها رو پیدا کنیم کن و این ما فکر نکنیم و این در اولویت کار خرار نتیم ما متاسفانه از اون کانون خب دور استیم بیا یک, یک جنبندی های خدا برای ما بگوییم که با آخری یک برنامه رستیم یک, دون... یک مملکت که ریسرش تحقیق نداشته باشه شما چی می که شما چی دارین چی مشکل ندارین و تحقیق در مورد کاملا مرده برای زمان کنم دار پول که لاقل باش که ما بفهمیم که در کجا کدام آفت طبیعی ما زلزله ما در کجاست یخچالی به اصطلاح موضوع یخچالی ما کجاست ولی کل از گپور فقط از ساتلایت از اخبار مصنوعی میگیریم ولی مثلا میفهمیم که سالانه 5 یا 6 متر به اصطلاح دامنه یخچال بالا رفته میره این ما ساتلایت ما گرفتیم تا تشکر شما یعنی پوینت ضعف متصل که میخوایم تکرار کنم که یک کم توجه سره ریسرچ دقیق شود تشکر قربان شما شما چی پیشنهادهای مشخص دارین به یک دانشمند به حکومت این پالیسی هایی که باید او اجرایی شوه چی کنه حکومت که با این خطر مارو متشکر. ما رو هستیم ما میگم که مطور خلاص جهانی بیندیشیم منطقوی عمل بکنیم تاثیر فرد فامیل قریه ولسوالی بلاخره بسط جهان هر کسی که هر عملی را انجام میده به سطح نهادهای دولتی باشه و چی به شکل نهادهای غیردولتی یا فردی مردمی باشه تمامش اگر ما سالم میاندیشیم عمل میکنیم د ای راستا همکاری میکنیم محیط خوده سالم نگاه میکنیم از ی پدیده زشت جلوگیرین باید ملت و مردم افغانستان این خطره درک کنن و هر شهرون سهمی داشته باشه بله. برای این تو نیست که شما پیشتر تذکر دادین که حکومت دهی متضرر نمیشه حکومت متضرر میشه مردم متضرر میشه من نگفتم متضرر نمیشه. نه, نه حکومت حکومت خب بالاخره که پیشگام از دیگه باید رهبری کنه پولسیر. وقتی که وقتی که ما میگیم وزارت زیربنای اقتصاد تشکیل می وقتی که از تغییر اقلیم خشکسالی به وجود میاد وقتی که خشکسالی به وجود آمد قلت مواد غذایی به وجود میاد عدم مسئونیت غذایی به وجود میه د ایجه دولت به اطلاه به پرابلم و به معзله مواجه میشه بناعا از فرد گرفته تا اجتماع از مردم گرفته تا دولت باید تمام ش نقش خوده ادا بکن جناب میلاد میخوام شما راهکارها را ر ک به ذهنتان میرسه ک مترح کن چیست خب بحث مهمی است که تمام پیش بینی‌هایی که فعلا در موردش گپ زده شده به سطح بین‌المللی صورت گرفته و امکان دارد تغییرات اقلیم در بعض کشورها بعض از تاثیرات جداگانه داشته باشد دقیقا که با این ارتباط دارد وظیفه اساسی نهادهای مرتبط در افغانستانی است که اول خو خب پیش در به سطح افغانستان و به سطح منطقه صورت بگیره البته با توجه به شرایط جغرافیایی و شرایط توپوگرافیک افغانستان بحث اول است و بحث دومی است که چطور باز اونمو تاثیرات که تغییرات اقلیم در افغانستان و در منطقه به وجود میاره با او چطور سازگاری صورت بگیرین بیشتر بحث سازگاری اینجا مطرح است که ظرفیت سازگاری باید بالاتر بروه و واسطا تا با عواقبش مشکلاتش. حل چند ثانیه کوتا چون شما مسئولیتتون بیشتر است میشه که بگین چی میخواین بکنین فعلا چی برنامه‌ای دارین تشکر که طوری که به حال صحبت شد چالش بسیار چالش بزرگ است یک هیداره به تنهایی نمیتونه بنا پلانها پلان ها و برنامه های را که ما روی دست گرفتیم و با پیش ما است استراتژی ها است قسمی که قبلا گفته شد که زیاد جلسات شده اما نتایج از او آل به روی کاغذ آمده در پالیسی ها در پلان ها برای تطبیق از او برای هماهنگی بیشتر و بیشتر ما میان مؤسسات ملل متحد مراجع علمی و جامعه مدنی مطبوعات ادارات دولتي او خود ما من هيصا ما هنګ کننده او پالیسی سازي ازي سيكتور باید دس به با دس هم بتيم تا بر اي چالش بيسيار بزرگ ما نایل شې تشکر سپاسزارم استاد اقرار به شما به فرسات کوته مې ته هم غيم ګویم چې اي اافت د حالت اومده نه ست بېت ما د قلدې مې اوره coordenation یکه مانګيره پیدا کړیم بين خود خو د دولت سره هم غوښتن چې هر سيكتور بدون کوردینیشن و صادقانه حرکت کردن استاد دامدار این موضوع تعقیب کردن و فکر میکنید یعنی شما فکر میکنید که همکنون این مسئله جزی پالیسی های وزارت های ما هست اگر نیست چرا با یا باید باشه اگر باشه چگونه باشه با گمان غالب کس یعنی من کس که بخش شما هستم که هست اما متاسفانه همیشه فقط برخورد ما بر زمان سرات ذاتا میشه که ما به صورت با یک حادثه واقعی این رای حل نیست باید ما به دوامدار برای رفع از این معضله بخصوص در افغانستان تمام بخش ملی بین ملی ما باید کار کنیم و باید ما زبانش یا کچه زیاد بگیریم که با هم کار کنیم و با اتفاق هم کار کنیم که تا این پیدیشو مار کنیم چون ما فکر میکنیم که اگر یک نشوه این, این کار یک, یک دایره در حال بسته شدن است خشکسالی مثلا بیماری ها مثلا قحطی کوچ کردن و این چیزا ما میخوام که میافت های شما گفتید سیلاب است برف کوچ هاست به سالا پس پیدای است که در حال آمدن است سپاس گذار بینندگانی عزیز برنامه این هفته ای ما در همین جا به پایان رسید